مرگ نابهنگام دختر جوانش چنان ناتوانش کرده است که نمیتواند درست سخن بگوید. اما با تمام این اندوه از حکومت میخواهد که طراحان قتل دخترش دستگیر شوند و در برابر چشم همگان به کیفر سخت برسند. از حکومت میخواهیم که امی عاملین از این فقط به جزای اعمالش برسند. در مرحله عام مامای زینب کار طراحان کشته شدن زینب و همکاران وی را غیر اسلامی و ضد بشری میگوید و جای آنان را جهنم میداند. رفتن که نان لقمه نان بر اولادای خود بر خانه خود بر خانم بچه خود تایی کنن شما میار شهید کردیم کشته زخمی کردیم. این کسایی که دایم مسلمانی میکنن ای در دین اسلام جایز نیست و یا کلن نوکرهای اجنبیست. دست های حمید شوهر خواهر و همکار زینب که در هنگام کشیدن زینب از میان آتش این گونه سوختند جریان رویداد را چنین بیان میکنند. از اتاق عمل گفت میشناسیش، گفت زینب بود و چند تا از خانمهای دیگر کلشان در یک ردیف هم بتوید در حال سوختن بودن. همه قدر فقط تانستم زینب رو بکشم، یک خانم دیگر یک کمک دهوش بود. اونم یک کم بلندش کردم گفتم تو خود از موتر بکش که حالی هم خیلی وضع از خراب است. زینب با رفتنش به آرامش همیشگی رسیده است و اما دوستان و قارب خود را چنین به ماتم نشانده است. کلبه ویرانه ماتم سرای حسین. از ویرانه های این خانه کرایی تیر روزهای زندگانی حسین پیداست. روزگاری که حسین در این اتاق نفس می کشید حال ماتمش برپاست. رخت بستن حسین در حمله انتحاری طالبان از زندگانی بر تیر روزهای خانواده شف زوده است. همسر حسین نیز در بستر بیماری شدید است. شانه های نوبلوغ پرویز باید بار سنگین خانواده را بکشند. فاجعه سرش رخ داد، بسیار سرش روزها سخیل تیر میشه، مریضی زیاد شده، روز به روز ترسنده هستیم. یک بخی از اون خاطر که خدای نخواسته شکرش بالا نزنه که پدرکم خلص ما رفت که مادرمون نره. یلدا کوچکترین فرزند حسین است. هنوز یلدا نمیداند که پدرش به ابدیت پیوسته است. چشمان سرگردان این دختر 5 ساله انتظار برگشت پدر را میکشند. در سر دلشان بودم، در شکمشان بودم. آر کجاست پدر جانت؟ پدر ما هر مزار است. میایه پیشت؟ آه. دق شدی پشتش؟ آه. حسین از رانندگان دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین کشور بود. حسین در آن هنگام باری با آلمان سفر کرد، دوباره به میهنش برگشت. از حسین 5 فرزند بر جا مانده است. کت نجیب نجیبم روزگار سعی نبود، بادیگارتش بود، کت سنگر بود، کت همی خاندان بودن، بسیار نزدیکش بودن. خب بسیار خدمت کرد. آلمان هم رفت، آلمان هم باز پس آمد که اینجا پایید از اینجا پردهش نشد، رفت سون ایران، رفت چند سال در ایران هم تو بیروزگاری در موجه سفر کرد سباگه کار. آغوشی که به یلدا آرامش بخش بود هم آغوش خاک شد. حال نه پدری به این دخت ماند و نه آرامشی برای با آغوش کشیدن. اینجا مسجد امام حسن عسکری است. خانواده، دوستان، نزدیکان و همکاران محمد علی محمدی به اینجا آمدند و برای آرامش روح وی مراسم دعاخوانی برگزار کردند. اینا انسان نبودن، انسانیت سر از یا نمیشه، مسلمانی رو که هیچی نمیفهمن، انسانیت نمیفهمن. حال بچه ما اگر به رضای خدا رفته، ای که شهید شده، من متاسفانه که این دخترها چی گناه داشت. این دختر 18 ساله و 19 ساله یک پشت یک لقمه نان برآمده بود، آیا چی تقصیر داشت که اینا کشتن، قطع قطع کردن، سوختاندن. اینان همکاران محمد علی محمدی هستند که در حمله انتحاری بر موتر تلویزیون طلوع زخمی شدند و اکنون برای شرکت در مراسم دعاخوانی بر روح محمد علی محمدی به اینجا آمدند. طرف دفتر میرفتیم طرف خانه و پالم ششتا بود و بغلم ششتا بود، گپ میزدیم با هم، گپ میزدیم، صحبت میکردیم، قصه میکردیم. امیداد آلمان که رسیدیم یک دفعه نفهمیدم چی شد که موتر
شیشه هایش آمد در رویم. در رویم که شیشه هایش آمد، من دیگه چیزی ندیدم. فقط دیدم که بام موتر اصلا، سقف موتر اصلا رفت. موتر خودش هم از خود موتر هم فکر کنم یک متر از زمین بلند شد، بس خورد زمین. اون وقت دیگه اصلا نفهمیدم چی شده. فقط یک لحظه فقط سعی کردم نگاه کردم، دیدم محمد علی دیگه سر در بدنش نیست. شماری از نمایندگان مردم در مجلس که به اینجا آمدند و حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت مردم ناتوان می دانند. سه ماه و ده روز قبل تهدید شده بودند. کل شهروند افغانستان که موتر زیری نداره، بادگارد نداره، پول نداره، وقتی خواهران جوان هم می رفتن مزدوری می کردن، نان تهیه می کرد، خانواده را می چپان. با این وضعیتی که در افغانستان وجود دارد و وجود داشته، مفت و مجانی چهارشنبه گذشته بیاید قربانی میشه. محمد علی محمدی 5 سال پیش کارش را در بخش دوبله فارسی تلویزیون طلوع آغاز کرده بود و به روز چهارشنبه هفته پیش هنگامی که از دفتر به خانه می رفت در عمله انتحاری همراه 6 همکارش جان باخت.